به همه دوستان عزیز خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم 5 آلتکوین برتر رو تحلیل و بررسی کنیم و ببینیم که شرایطشون به چه صورته. با ارز BNB شروع میکنیم. در تایم روزانه ارز BNB در محدوده حمایتی 230 دلار قرار داره و میبینیم که در تایم پایین تر توی این محدوده حمایتی در یک کانال رنج قرار گرفته و تا زمانی که قیمت تو این محدوده در حال رنج و نوسانه، ما میتونیم در کف کانال وارد پوزیشن بای و در سقف وارد پوزیشن سل بشیم و باید منتظر این باشیم که قیمت از این محدوده رنج خارج بشه و بعد از خارج شدن در جهت شکست میتونیم وارد بشیم و وارد پوزیشن بشیم. در صورتی که قیمت رو به بالا این محدوده کانال رنج رو بشکنه، ما میتونیم در پول بک وارد بشیم و انتظار شروع یک روند صعودی مناسب رو داشته باشه و مقاومت قیمت این محدوده 315 دلار و میبینیم که مقاومت داینامیک هم قیمت داره و میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از شکست حداقل تا این مقاومت داینامیک خودش رشد داشته باشه. در صورتی که قیمت از کف کانال خارج بشه و این محدوده حمایت خودش رو هم بشکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که تا این حمایت خودش که میشه ساعت 195 دلار ریزش داشته باشه و توی این محدوده میتونیم شاهد برگشت قیمت باشیم. پس ارز BNB در یک کانال رنج قرار گرفته و تا زمانی که نتونه این کانال رنج خودش رو بشکنه، ما میتونیم از خرید در کف و فروش در صف استفاده کنیم. ارز بعدی ارز ریپل یا همون XRP هستش که به تازگی هم تحلیلش رو گذاشته بودیم. ارز ریپل هم در محدوده حمایتی ما همچنان قرار داره و باید منتظر این باشیم که تو این محدوده قیمت به ما تریگر ورود بده و بعد از دیدن تریگر تو این سطح 61 سنت میتونیم وارد پوزیشن بای بشیم و باید توی تایم پایین تر منتظر باشیم و در صورتی قیمت وارد یک روند صعودی مناسب از این سطح حمایتی بشه، میتونیم شاهد رشد قیمت باشیم و هدف قیمت در میان مدت این سطح مقاومتی 1.30 دلار و قبلش هم نقدینگی داره و میتونیم شاهد رشد قیمت تا این سطح مقاومتی باشیم. در صورتی قیمت توی این محدوده حمایت نشه و ما شاهد ریزش باشیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که تا این سطوح حمایتی قیمت هم ریزش داشته باشه که میشه محدوده های 48 و 37 سنت. اگر فیبوناچی رو هم از این کف روند صعودی تا سقفی که ایجاد کرده رو رسم کنیم، میبینیم که نسبت 62 توی همین محدوده اولیه ما قرار داره و نسبت 79 هم توی این محدوده حمایتی دوم ما و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از یکی از این دو سطوح حمایتی به روند صعودی خودش مجدداً ادامه بده. پس ارز ریپل رو حتما در واچ لیستتون داشته باشین و در تایم پایین تر در صورتی که تو این محدوده حمایتی به اون تریگر ورود بده مناسب میشه برای خرید و در صورت شکست این سطح هم میتونیم انتظار ریزش تا این محدوده حمایتی این ناحیه داشته باشیم که میشه محدوده حدودا 48 سنت. سومین ارز ارز آدا هستش. ارز آدا در تایم روزانه فعلا محدوده حمایتی مشخص شده در تحلیل قبل خودش رو شکسته و تا این کف حمایتی حدودا 25 سنت خودش ریزش داشته باشه و تو این محدوده حمایتی باید منتظر دیدن تریگر باشیم و بعد از دیدن تریگر میتونیم شاهد برگشت قیمت باشیم و در صورت اصلاح و ریزش بیشتر تو این محدوده حمایتی باید به دنبال دیدن تریگر باشیم و این محدوده میتونه نقطه برگشت قیمت باشه. پس ارز آدا هم شرط ریزشی داره و میتونیم انتظار ریزش تا محدوده 25 سنت رو در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم. ارز بعدی ارز سولانا هستش. در تحلیل قبلی که برای ارز سولانا داشتیم، قیمت در محدوده 22 دلار میبینیم که واکنش کوتاه مدت مناسبی به این محدوده حمایتی ما داشته، ولی فعلا نتونسته سقف قبلی خودش قبل از کف جدید رو بشکنه و ما همچنان میتونیم شاهد اصلاح بیشتر در ارز سولانا باشیم و این محدوده حمایتی زیاد برای ما اعتبار دیگه نداره. به هر حال قیمت از این محدوده یک روند صعودی مناسبی رو شروع کرده، ولی فعلا
نتونسته سقف قبلی خودش رو بشکنه و سفارشات خرید این محدوده تا حدودی مصرف شده و از اعتبار کمتری برای ما برخورد داره و باید منتظر این باشیم که قیمت به اصلاح بیشتر خودش ادامه بده و تو این محدوده حمایتی 18.5 و 16 دلار باید منتظر این باشیم که قیمت به ما تریگر ورود بده و در صورت دیدن تریگر توی یکی از این دو سطوح حمایتی میتونیم شاهد برگشت قیمت باشیم و قیمت میتونه به این روند صعودی خودش از یکی از این دو محدودهای حمایتی ادامه بده و میبینیم که نسبت‌های مهم فیباناچی هم تو این دو محدوده حمایتی ما قرار داره و میتونیم انتظار برگشت قیمت رو از این سطوح حمایتی داشته باشیم و هدف قیمت همچنان در میان مدت این محدوده مقاومتی 36 دلاره و در صورت شکست این محدوده مقاومتی میتونیم انتظار داشته باشیم که تا سطح 46 دلار هم قیمت رشد داشته باشه. آخرین ارز، ارز ماتیک هستش. ارز ماتیک در تایم روزانه به محدوده حمایتی مناسبی برخورد کرده و نقدینگی قبل از این محدوده رو هم مصرف کرده و در صورتی که در تایم پایین تر قیمت به ما تریگر ورود بده میتونیم شاهد شروع یک روند صعودی مناسب باشیم و قیمت میتونه از این محدوده حمایتی یک لگ صعودی کوتاه مدتی رو حداقل داشته باشه و تا این سطح مقاومتی خودش ما میتونیم شاهد رشد قیمت باشیم که میشه محدوده حدوداً 75 سنت و در صورتی که این محدوده رو بشکنه میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی تا سطح 95 سنت هم قیمت رشد داشته باشه، ولی فعلا هنوز قیمت به ما تریگر ورود نداده و باید منتظر این باشیم که قیمت تو این سطح به ما شکست ساختار بده و بعد از شکست ساختار در تایم 15 دقیقه مناسب میشه برای خرید. در صورتی که قیمت به ریزش بیشتر خودش ادامه بده باید منتظر رسیدن قیمت به محدوده 53 سنت باشیم و قیمت از این سطح میتونه برگشت داشته باشه و میتونیم انتظار برگشت قیمت رو از این سطح حمایتی داشته باشیم، ولی فعلا قیمت در محدوده حمایتی قرار داره و میتونیم انتظار رشد قیمت رو از این سطح حمایتی داشته باشیم. خب این بوده از تحلیل های 5 آلتکوین برتر و سعی میکنیم که همیشه این 5 تا رو آپدیت کنیم براتون و در صورتی که تغییر توی چارتشون ایجاد بشه حتما آپدیت هفتگیشو داشته باشیم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. پرسود باشین دوستان و خداحافظ.